های زنش گم شد. با شکر کلانتری گفت جناب سلمان دستم به دامن زنم گم شده. گفت مشخصات بده برات پیدا میکنیم. گفت مشخصات چیه؟ گفت مثلا زن من قدش بلنده، کمرش باریکه، موهاش مثلا خرمالیه، چشماش آبیه، اینجوری که سر جناب سلمان قربون دست کنم زن من بره گم شه، بیا بریم دنبال سر و میدونیم که همسری رو که پمپ بار زندگی کرده از دست بدیم. همینطور لعبت عزیز ما مادر رو از دست بدیم. من امشب با شعری شروع میکنم که تقریبا سوگنامه هست و من یادم میاد وقتی همسر من مرحوم شد که خیلی دوست داشتم رو به یکی از دوستانم نوشتم، او به من نوشت که به هاشم جاوید نوشتم و او به من نوشت من نیز آزمودم رنج. حالا خانم جاله من نیز آزمودم رنج. در تلفن هم به شما گفتم لغت جان همینطور بنابراین چاره پایداری هست و چاره استقامت هست. با شعری شروع میکنم به نام شب لاجورد و خاموشی. شبهای تنهایی هست بعد از همسر. راستی این چراغایی که میبینم من از ایران تلفن کردم با آقای نیما مینا و با آقای ملکوتی، سیروس ملکوتی، گفتم که خدا روی میز من چراغ خیلی پرنوری بگذارید و اگر اونجا ندارین از ایران براتون بیارم. گفتن ندارید. شب لاجورد و خاموشی، من شعله و شکیبایی، جفتی پرنده می دوزم بر نازکای تنهایی، جفتی پرنده می دوزم عاشق چنان که من بودم، منقار سرخ وا کرده با هم پی هم آوایی، چشمانشان دو آینه، آینه‌ای که من بودم، منزلگه دو فیروزه از آسمان مینایی. در لاجورد و خاموشی آواز کوچه باقی را سر می‌دهم که بگریزد اندیشه های سودایی. من نقص خواب خوردی ها برچید لب چونیل و فر، خدای تا کند خوابم با قصه یا بلالایی. یک قرص نان و یک شامی ناخورده مانده تا دیری، گویی که رفته از یادم خان چیدن و گلارایی. حافظ گشوده میخوانم جایی که برق و میگویم، گیرم گرفته در آدم من فارغم ز گیرانی، گیرم که برق عصیانش در خرمن تمنا زد، بیم از شرر کجا دارد ماندا و بی تمنایی. در لاجورد و خاموشی جفتی پرنده می دوزم
نازک نواز پرهاشون ابریشمین و رویایی بر نازکای تنهایی وقت پگاه میبینم که از جفتشان یکی مانده بو کرده با شکیبایی از جفتشان یکی مانده بو کرده با شکیبایی مردان با شهامت خودش را از دست داد و در این اواخر دو تن مختاری و پوینده که بعد از دو ابر مرد و ابر زن فروهرها اونها هم قربانی شدن زنهای خودشون رو تنها گذاشتن در این شعر نام مریم و سیما آمده مریم و سیما مریم همسر مختاری و سیما همسر پوینده هر دو از اعضای بسیار فعال خانم نویسندگان که قربانی شدند بعد از قربانی های پیشتوان دیگر از سعید سلطانپور بگیرید تا خب در تنهایی بیکاری که پریشانی آدم خودش رو به یک چیزی مشغول میکنه اسم این شعر هست بشمار برگهای گلی را بشمار برگهای گلی را وقتی که هیچ کار نداری با یاد یار زمزمه ای کن در قربتی یار نداری هر شب کنار پنجره بنشین بر امتداد جاده نظر کن شاید که دوستی زره آید هر چند انتظار نداری هر صبح زنگ ساعت 9 را چون بشنوی ز خانه برون شو چابک برو اگر چه بدانی با هیچ کس قرار نداری در دکه فلک زده بنشین با روزنامه‌ای که خریدی نوشیدنی هر آنچه که باشد حرفی بجز بیار ندارد فنجان قهوه را که تهی شد وارونه کن که نقش ببندد در او درخت خشک خزانی یعنی که برگ و بار ندارد هر شب که ماه نقره بساید بر آشیان آن دو کبوتر یادی کن از نوازش جفتی که امروز در کنار نداری بی جفت همچون مریم و سیما بی جفت همچون مریم و سیما سخت است روزگار ولیکن ای دست و پا شکسته مبادا اندیشه استوار نداری سخت است روزگار ولیکن حاشا که پیش خلق بنامی هرچند جمله خلق بدانم که از قصه روزگار نداری بر گلفشان شعر ظریفت آشفتگی بگو که مباشم ای نسترن زبون چو برایی دیگه از فکر بهار نداری بشمار برگهای گلی را چون پاره پاره تن یاران وانگه
مهار عشق رها کن چینجا زگریه آر ندار چینجا زگریه آر ندار. رخ داده بود و در گیر و دار اطلاعیه ها و فهرست هایی که دم به دم منتشر می شد بر مبنی بر اینکه فلانی و فلانی و فلانی را می کشیم چنین می کنیم چنان می کنیم یک لیست 70 نفری یک لیست 90 نفری یک لیست 30 نفری یک لیست 50 نفری همینطور و هشدارهایی که حتی خود به اصطلاح وزارت ارشاد میداد که خودتون رو حفظ بکنید میدم بکنید از حرفا که همش واقعا خنده‌دار بود. این شعر نموداری از شب‌هایی است که بسیاری از ما گذروندیم، شب‌های پریشانی، شب‌های وحشت. همیشه همینطور است. اسمش همیشه همینطور است. اسمش یکی مثلا این که همیشه همینطور است. کمی به سهرمانده که دلخوره می‌ریزد در این دل درمونده. چگونه؟ چه می‌دانم؟ یکی مثلا این که از آنچه که باید کرد هزار دگر مانده. یکی مثلا این که چگونه نگه دارم امانت یاران را به چنگ خطر مانده. یکی مثلا این که به خاک فرو خفتم و خون قلمهاشان به کوی و گذر مانده. چه سرخ و چه عطرآگین شکفته ولی خونین، گلی که جدا از بن چنار تبر مونده. خشونت این آزار اگر کم اگر بسیار، چو خنجر و چون سوزن میان جگر مونده. بود که برآرد سر قیامت از این مرد که در دل خاکستر هنوز شرر بود. بود که برآرد سر قیامت از این مجبر که در دل خاکستر هنوز شرر بود. در این چه که روشن شد امید کرم دارم ز کتری جوشانی که زمزم گرمانده. ز چای که میریزم نصیب نمییابم، خیال پریشانم به جای دگر مونده. ز چای که میریزم نصیب نمییابم، حواس پریشانم به جای دگر مونده. پر از شکرش کردم حواس کجا دارم، دقایق معدودی به وقت خبر مونده. خبر همه وحشت بود سیاهی مواجش، فشرده چو کابوسی به پیش نظر مانده. هجوم خبر در سر، هراس خطر در دل، چنان که به فنجانم رسوب شکر مانده.